گفتگوی داشته باشیم با فرج سرکوهی، منتقد ادبی، روزنامه‌نگار از فرانکفورت آلمان. آقای سرکوهی، بعضی روزهای جاری رو در ایران روزهای تلختر از زهر توصیف می‌کنند. فضا بسیار ملتهبه، اوضاع ناآرام و نامعلومه. شما چی فکر می‌کنید؟ تلختر از زهر از نظر من نیست، البته از یک زاویه، یعنی از زاویه‌ای که به مردم به خیابان‌ها میان اعتراض می‌کنن، به دروغ اعتراض می‌کنن، به استبداد اعتراض می‌کنن، به دیکتاتوری اعتراض می‌کنن. اعتراض مردم همیشه شیرین هست، حالا ممکنه به نظر بعضی تلخ برسه، اما از سوی دیگه در وضعیت ایران البته تلختر از زهر هستش. همه ما میدونیم وضعیت اقتصادی، سیاسی، سیاست خارجی، جنگ طلبی، جمهوری اسلامی. یک نکته بسیار مهمی در تظاهرات دیروز بود و این بود که خب بعد از اینکه اینها در مراسم به اصطلاح خاکسپاری آقای قاسم سلیمانی توده های سازمان نیافته رو با تبلیغات دروغین به خیابان ها کشوندن و گفتن که این تظاهرات بزرگ شکاف بین مردم و حکومت رو که در آبان ماه آشکار شده بود در تظاهرات آبان ماه پوشونده و انگار کرد مردم و حکومت در سپاه پاسداران به وحدت رسیده اند، این تظاهرات دیروز مهر باطلی بود بر این ادعای تبلیغاتی. چرا؟ درسته که شمار کسان که دیروز در تظاهرات بودن کمتر از شمار کسانی بود که برای تدفین آقای قاسم سلیمانی آمده بودن، اما توجه بکنید که بسیج توده های سازمان نیافته در ایران، ما هر سال یک بار، من یکی دو بار شاهدش هستیم، در دو همه کشورهای استبدادی هم هست، این از شیوه های رایج همه استبداد هاست. اما وقتی یه تعدادی به خیابان می آیند که خطر مرگ دیگه در آبان ماه مشخص شد، اینا مستقیم به مردم تیراندازی میکنن، خطر مرگ، زندان، بازداشت، کتک خوردن رو به جان میخرن و حکومت اعتراض میکنن، این در واقع حضور آگاه هست یا آگاهی حضور هست در جامعه و ارزش اجتماعی و روانشناختی اون و تأثیری که بر مثلا ساختار اجتماعی میذاره بسیار بزرگتر از تظاهرات توده بی‌سازمان هست. لذا ما در واقع دیروز دیدیم که این که میگویند شکاف بین حکومت و مردم ترمیم شده نیست، و در این حال یک نکته بسیار مهمی هم دیدیم. 40 سال دروغ به مردم گفتند و 40 سال در واقع مردم رو با دروغ تحقیر کردن، چون یادمون باشه که وقتی مدام به مردم دروغ میگین شما در این به شعور مردم توهین میکنین، مردم رو تحقیر میکنین، اونا رو آدم های ابلهی فرض میکنین که هر دروغی رو میشه به اونها فروخت. بعد این خشم علیه این دروغ در تظاهرات دیروز مشخص بود، نه خشم علیه فقط یک دروغ چون شعارهایی رو نشون میداد، بلکه خشم علیه این به اصطلاح دروغ که یکی از مؤلفه های ساختاری حکومت جمهوری اسلامی است. در همین حادث رخ داد ما دیدیم که اینا ابتدا گفتن ما انتقام سخت میگیریم، ما آمریکا رو اله میکنیم، بله میکنیم، بعد آمدن برخلاف ادعایی که ما مذاکره نمیکنیم با آمریکا، مستقیم یا غیر مستقیم مذاکره کرده بودن، توافق کرده بودن که شما پایگاه رو خالی کنین، ما هم چند جای این پایگاه های خالی رو میزنیم. اما با اون حرف که ما انتقام سخت میگیریم، چندین روز مردم ایران رو با خطر جنگ، یعنی مردم که فکر نمیکردن اینا پشت پرده هم که توافقات کردن، فکر میکردن اینا میزنن و بعد آمریکا هم یک حمله بزرگ به ایران میکنه، مردم رو در یک فشار عصبی و روانی وحشتناکی قرار دادن و بعد معلوم شد اون پشت مثلا یه برنامه‌ریزی های کردن. بعد آمدن در قضیه هواپیما، زدن هواپیما مسافربری، اینا یه اصل ساده که باید پروازهای مسافربری رو در موقعیت جنگی ممنوع بکنن، این اصلا یه چیزی که حتی منم که هیچ تخصصی در امور نظامی ندارم میدونم و اینا هم میدونن، اینا این کار رو نکردن، یعنی فضا رو بر هواپیمای مسافربری نبستن. و بعد هم آقای فرمانده فدافند میاد مصاحبه میکنه، میگه عزیزانی مصلحت ندیدن این کارو بکنیم، این عزیزان کیان که این مصلحت ندیدن؟ و بعد هم میگه که مشکل تلفنی داشتیم، یعنی واقعا این اصلا آدم رو وحشت زده میکنه که سیستم. و بعد هم اینا آمدن چند روز کوشیدن دروغ گفتن، میدونستن که زدن، چون بالاخره یکی از موشکای شما زدین، یعنی این تحقیقات لازم نداره، آمدن به مردم دروغ گفتن، رسانه هاشون دروغ گفتن، طرفدارانشون در جمهوری اسلامی در رسانه های خارج کشور دروغ گفتن، مدام دروغ گفتن، دروغ گفتن. و بعد که سنبه فشار خارجی پرزور بود، مجبور شدن عقب نشینی بکنن و بپذیرن. این درست اگه یادتون باشه مثل این بود که وزارت اطلاعات اعلام کرد که قتل های زنجیره ای ماموران ما دست داشتن، یعنی حکومت استبدادی که بر روانشناسی دروغ استوار میشه، وقتی میاد یک دروغ بزرگی رو که به مردم گفته پس میگیره و میگه من دروغ گفتم، در واقع خشم مردم رو برمی‌انگیزه. بنابراین ما دیدیم که در تظاهرات دیروز هم مردم هم علیه 40 سال دروغ نهادینه شده اعتراض کردن، هم علیه کلیت نظام جمهوری.
آقای سرکوهی، بسیاری هم همین حرف شما رو زدن که در یک تشییع جنازه به مردم گل داده میشد. خب مردم در سطح وسیع شرکت کردند، ولی در اعتراض ها به مردم گلوله تقدیم میشه، بنابراین قابل مقایسه نیست. ولی اگر در این سه روز حقیقت ماجرا گفته میشد، از نظر شما چقدر در اصل قضیه فرق میکرد؟ به نظر من از یک زاویه فرقی نمیکرد، چون اولا اون دروغ اولی که گفته بودند به مردم که ما میخوایم آمریکا رو بزنیم و مردم رو در فشار نگرانی جنگ قرار داده بودند و بعد معلوم شد که توافقاتی پشت پرده حالا مستقیم و غیر مستقیم رخ داده، این یک دروغ بسیار وحشتناکه. شما نمیتونید مردم یک کشور رو چندین روز در اکتئاب نگرانی جنگ قرار بدین که الان میزنن الان کشور نابود میشه. من در زمان موشکباران عراق اونجا بودم، موشک میخورد یه ساختمون رو منفجر میکرد. اما من یادمه که تهران چه وضعیتی داشت، ما چقدر مضطرب بودیم، مدارس تعطیل بود، مردم میرفتن تو بیابون ها میخوابیدن. شما قرار دادن مردم در موقعیت موشکباران بزرگ، شما مردم در این موقعیت قرار میدین و بعد معلوم میشه که اون پشت خودتون با خیال راحت مثلا یه سری توافقاتی کردین که اون به اصطلاح حمله بزرگ رخ نخواهد داد. من خوشحالم که رخ نخواهد داد، همه خوشحالیم. اما اینکه شما نمیتونید منو در یه وضعیت اینطوری قرار بدین، این خود این تاثیر بزرگی داشت بر مردم که متوجه شدن این حکومت به اونا راست نمیگوید و دروغ رو تا حد تخریب روانی اونها به کار میبره. دوم اینکه اگر اینا روز اول هم اینو میگفتن در یک موقعیت مثلا واقعیت تفاوتی ایجاد نمیکرد. این است که شما برخلاف روال بین المللی عرض کردم پروازهای مسافربری رو ممنوع نکردید و بعد شما کسانی هستین که به اشتباه هواپیمای مسافربری رو میزنید. خب اگه یه بار دیگه این کار در مورد کشور دیگه بکنید چه اتفاقی برای کشور ما میفته؟ این شوخی نیست. داستان این است که شما وقتی از این اشتباهات میکنین یعنی کشور رو مدام در معرض خطر حمله دیگران قرار میدین. اینها با سیاست خارجی خودشون که جنگ اینا اومدن گفتن قاسم سلیمانی شکست دهنده داعش. خب میدونیم که دروغ میگفتن، چون یکی از نیروهایی که در شکست داعش در عراق تاثیر داشت نیروهای ایران بود، بقیه‌اش ائتلاف بین المللی بود، ارتش عراق بود، کردها بودن، خود بیانیه های سیستانی بود که منجر به تشکیل اون ارتش هشتمی شد. بعد اینا گفتن ما در سوریه رفته با داعش بجنگید، زمانی که سلیمانی با در سوریه میجنگیدن اینا یعنی حکومت جمهوری اسلامی داعشی در اون اول نبود، این داشت علیه کسانی میجنگید که علیه حکومت دیکتاتوری اسد قیام کرده بودند. اصلا خود این سیاست خارجی خلاف منافع ملی ماست. منافع ملی ما ایجاب میکنه که خلیج فارس آرام باشه، ما بتونیم نفت صادر کنیم، کالا وارد کنیم و بعد با همسایگانمون هم در خلیج با صلح زندگی کنیم تا این امنیت رفت آمد کالا بشه. کشور ما بر اساس صدور نفت و گاز و خرید کالا اقتصادش میچرخه. ما هیچ منافع ملی در سوریه نداریم، ما هیچ منافع ملی که بریم اونجا بجنگیم حافظ اسد رو حفظ بکنیم، یا اصلا نابودی اسرائیل اصلا جزء منافع ملی ما نیست. درسته که بعد از حقوق مردم فلسطین دفاع کرد، در اینکه شما موشک میدین حماس و حزب الله بر سر اسرائیل میزنن، خب در این شما در تمام مدت با این سیاست جنگ در روزنامه خودتون ایران رو در خطر تجزیه و جنگ قرار دادید. حالا یه بار هواپیما مسافرین هم که وقتی میزنین اگرم میگفتن، به نظر من نمیگم حالا چه میشد، مردم چه کار میکردن، اما به هر حال تاثیرش تا حدودی یکسان. نه، شما جایی به حافظ اسد اشاره کردید که البته خب منظورتون بشار اسد بود. در هر صورت الان کم و بیش از اعتراض ها یا موج تازه اعتراض ها خبر میرسه و همینطور مواضعی که بعضی از هنرمندان گرفتند، در این مورد چی فکر میکنید؟ اینها آیا ممکن هست که باعث تغییرات اساسی در ایران بشه؟ درباره موج، خب من پیش بینی در موقعیت ایران بسیار دشوار است، من هر کسی بخواد پیش بینی های دقیق بکنه به نوعی فال بینی هستش. اما یک چیز رو مشخصا میشه گفت، ساختار جمهوری اسلامی به بنبست رسیده، در سیاست، در اقتصاد، در روانشناسی، در ایدئولوژی، در نمیدونم مشروعیت، در همه ابعاد خودش 40 سال هر گذشته. حالا شورش های شهری، لایه های فقیر در کم درآمد و همچنین لایه های میان درآمد که ما دیدیم این دفعه دیگه در تظاهرات دیروز لایه های میان درآمد هم بودند، اینها در واقع خواهان تغییرات بنیادی هستند و این شورش ها که اغلب با سرکوب مواجه میشه، حالا گاهی سرکوب شدید تیراندازی میکنن، گاهی گاز اشکاور میزنن، بستگی به حدت شدت سرکوب ها، این شورش ها ادامه پیدا خواهد کرد در فاصله های گوناگون، حالا به دلایل گوناگون، یعنی یک دیگه اونجا هست که در هر شرایطی آماده انفجار هست و بالاخره هم یه حادثه رخ میده منفجر میشه. این که رژیم با این شورش ها چه میکنه، تا حالا یک چیز رو نشون داده، سرکوب میکنه. اما
ادامه دراز مدت یک بار دو بار میشه سرکوب کرد، اما وقتی شورش ها مدام پیایند بشن، سرکوب هم به تدریج تاثیرات بسیار تاثیرات خودش رو دست میده. این اون چیزیست که من میتونم پیش بینی بکنم قطعیت ادامه شورش های شهری و اعتراضات چه. اما در مورد هنرمندان رو که گفتید، خب این که حتی کسانی مثل مسعود کیمیایی که با نهادهای امنیتی هم حالا میگن که فیلم ساخته و غیره و سابقه رو میدونیم، یا همیشه در جشنواره‌ها مشتاق بوده شرکت کنه، یا دیگران میآیند و میگویند ما در جشنواره شرکت نمی کنیم، نشانه بسیار خوبی هست و در این حال نشان میده، یعنی یک نموداری است که این که به اصطلاح هنرمندان که در جامعه هستند عمق این به اصطلاح نارضایتی رو گرفتند، یعنی که اینا به سادگی از این مزایایی که وزارت ارشاد بهشون میده نمیدونم انواع اقسام کمک های مالی، بعد نمیدونم حضور رسانه‌ای، حضور جشنواره، حضور در فیلم، حضور در رسانه ها، به این سادگی نمیگذرن. وقتی که یه عده‌ای از اینا میآیند و میگذرن، من یک بار یک مطلبی نوشتم چند وقت پیش که فرش قرمز جشنواره فجر امسال از خون مردم رنگین شده، پا بر خون مردم نگذارید. حالا اینکه اینها چون وضعیت واقعا فرق می‌کنه با جشنواره‌ها، بعد از آبان ماه، یعنی آبان ماه یک گرهگاه بزرگ تاریخی، یک نقطه عطف بزرگ تاریخی در ایران بود، و بعد از آبان ماه رفتن به جشنواره فجر پا بر خون مردم گذاشتن. حالا اینکه یه دیگر هنرمندانی که همیشه در این مراسم دولتی شرکت می‌کردن، آقای کیمیایی تبلیغ می‌کرد برای رای دادن به روحانی، نمی‌دونم چه و چه و چه، اینها هم میآیند میگویند ما شرکت نمی‌کنیم، چون هنرمندان واقعی مثل ناصر تقوایی مثلا در سینمایی که همیشه هستشون جمع می‌کنند، اما اینها هم میآیند میگویند ما شرکت نمی‌کنیم، نشانه بسیار مهمی هست از عمق نارضایتی و اینکه چقدر نارضایتی ریشه داره و اینکه این چقدر بیان شده و اینا هم همراهی می‌کنند. خیلی هم خوب هستن به این همراهی‌ها، اما این همراهی‌ها وقتی مؤثر خواهد بود که اینها نه فقط به خاطر هواپیما که به خاطر اینکه مردم کشته می‌شوند هم اعتراض کنند.